تو نگه دارین. Thank you. نویزش مقداری اول هلاخا رو یاد میگیریم. اگن در کتاب کیتسو شوخانا رو خمال ربوبد یا در مورد نتیلا یاد میگرفتیم. سونجه است که ربوبدی می نویسن ها روح، اگه یادتون باشه گفتیم کسی که خواب هست تموم شب یک روح بدی روح را ناپاک روی بدن میاد و گفتیم در گمارا توضیح میده که خطرناکه در اون زمان یا به غذا دست بزنن چون ناپاکی روش میره موقع خوردنش ضرر داره برای آدم یا به دریچه‌های بدن دست بزنن. سنجی نکته کلی رو ربوبدیا میگه که البته آسان‌تر میکنه این نکته رو برامون. میگه روح را نخلش آمود بزمنه اینو، این ناپاکی که روی دست میاد در زمان گمارا خیلی قوی‌تر بوده، بیشتر بوده. البته اینجا توضیح نمیدن چرا برا بود گس میدین در اون زمان مردم مقدس‌تر از ما بودن. میگه در کتاب‌های زهر توضیح میده قدرت‌های ناپاک زندگیشون از قدوسیت میگیرن، هیچ چیزی خارج از الهیت نمیتونه زندگیشو دریافت بکنه. سو اینه که روی بدن جماعتی سال این روح بد میاد چون نشامه خیلی مقدسه. سو تا وقت که آدم ایزاد بیداره قدوسیت نشامه انقدر زیاد هست که این قدرت ها نمیتونن تسلط روی بدن آدم داشته باشن. زمانی که آدم خواب میره نشامه از بدنش بیرون هست، سو به اون صورت قدوسیت نشامه در داخل بدن نیست. اینه که این قدرت ها میتونن روی تمام بدن بیان. زمانی که از خواب بیدار میشه از بدن میرن بیرون، فقط روی دست ها میمونن. صاحب ایستی هر کسی که این زمان قدیم که مقدستر بودن، سو قدرت های ناپاک بیشتر از این آدم ها میتونستن انرژی بگن از زمانی توی بدنش میان. سو اینجایی که میگه روح را در زمان قدیم خیلی قوی تر بود، الان ضعیفتر شده به یخ هست. اگر بخوایم مقایسه بکنیم روح را شهای تا بیزمن ربوتین و خخمه تل مود، اگه بخوایم مقایسه بکنیم با زمان بزرگان گمارا خیلی ضعیف‌تر شده. حالا چه فرقی میکنه ضعیفه یا ضعیف نیست؟ انیمیز نمیتونیم به غذا دست بزنیم، نمیتونیم به دریچه بدن قبل از نتیلا دست بزنیم. سنجا که ربوبدیا میگه لاخن یش ماکم لهاکل، اگه فرض کنیم چیزی رخ داد میتونیم آسان‌تر بگیریم. به کمانیانیم شکپید و خزل علیه میشون رو اخرا ما که میبینیم خخامیم خیلی سختگیر بودن که مواظب باشیم به خاطر این روح بعد، ولی چون الان ضعیفتر شده اینه که مقدار این رو آسان‌تر کردن. حالا فور اگزمپل این هلاخا رو گوش نکن، هیچ وقت سیگار نکشین. میگه کسانی که سیگار میکشن معتادن، تا از خواب بیدار میشن باید سیگار بکشن، بعد اول نتیلا بگه قبلش هم میتونه سیگار رو بکشه. سو اینجا میگه دقت بکنیم، میگه موتار لعشن کدم شنات یادا شخرید، کس که واقعا معتاد به سیگار میگه قبل از اینکه نتیلا رو بگه میتونه سیگار رو بکشه. البته مدنی رو اول بگه obviously، ولی میگه میتونه به خنو ادین شمو تا لاریخ تبک هداخ کد میتدم شخرید. بعضی دیگه معتاد هستن باید چیش میگن که بو میکنن، انفیه میگن یا توتون است، ولی میتونن بو بکنن. بخون شکن شموتار به ایلو کدم شنات یادامی به تکیسون به تکوارود من لا خوش نمیشه شمخ میبازه. اگر صبح اینطوره که میتونن سیگار رو بکشن یا انفیه رو بو بکنن، میگه ناپاکی های دیگه که به اون سختی نیست. برای مثال زمانی که از دستشوی میان بیرون، منظور وسط روزه که به اون قوی نیست، کس که از مقبره میان بیرون رسمه که وقتی که از بهشتی بیرون میان دستا رو میشوریم. اگر نام بسید جسد ها اونجا هستن، کسی که فوت میکنه بدنش ناپاکه، دست و صورتش فکر نمیکنم به خاطر ناپاکی باشه، دلیل دیگه است که میشورن I'm not sure، ولی دست به خاطر ناپاکیه که میاد. بله آدم وقتی میره اونجا داون میشه صورتش میشوره که یه خورده کد بیانیزم. سو میگم دست به خاطر ناپاکی میشورن، ولی به اون صورت سخت نیست. اگر دستشو نشسته داره از بالای تپه میاد پایین دستش رو بشوره، میتونی یه سیگارم توی ماشینش بکشه. You could do that. من الان میبینیم پایین قسمت داله رو یاد میگیریم، صفحه 12 از این هلاخای آخر رو. این که گفتیم الان قدرت ناپاک ضعیفتر شده. ببینید بین بزرگان ما اختلاف هست. فرض بکنید نفر به غذای دست میزنه قبل از نتیلا. حالا اگه فرض کنید دستشو با صابون شسته، همون مقدار آب ریختن اون قدرت ناپاک رو ضعیفتر میکنه. میگه که این پرابلم رو توی یشیوه ها دارن. خیلی وقتا هست که باید برای بچه های یشیوه غذا درست بکنن. معمولا هم آشپزی که میاد آدم مذهبی نیست که صبح بیاد نتیلا بگه. و من خیلی وقتا خانمه هستن که دیگه بازنشسته شدن دانات ریلیجیس، سو معلوم نیست که آیا نتیلا رو میگن یا نه. سو اینکه در حلقه میگه معمولا این دور زمان خدا رو شکر انقدر هایجین قوی هست
که مسلما دستشون رو با صابون شستن. کامان، کسی بدون شستن دست نمیاد کار بکنه؟ یوزوالی لایک دات. مگه میشه دستش شسته؟ چون قدرت ناپاک ضعیفتر شده. به غذا هم دست بزنه دیز نو پرابلم. همینجا چجوری میشه؟ مثلا میام برم بعدا میتونم دست بزنم به غذا. کی از دستشو میگه؟ نه، ما منظورم صبح که از خواب بیدار شدیم که ناپاکی روی دست است. میگه آبیسی دستشون رو شستن، نه که تفیلا رو خوندن. منظورم قبل از هر غذایی که دست بزنی نباید دست رو بشورین. صبح که از خواب بیدار میشن. صبح الان فرض بکنی نفر اصلا دستش رو نشسته به غذا دست میزنه. میتونیم غذا رو بخوریم یا نه؟ صبح میدونی توی هلاخا اختلافه. به نیشخای خیلی سختگیر هستن. کبالیس بود. همینطور خیدا رب خیم یوسف داوید از زولای خیلی سختگیر بودن که میگن غذا رو بریزین دور. رب بعد آسون میگیرن. میگن حتی اگر هم دست زدن میتونن غذا رو بخورن. نو پرابلم به دیابت. البته دلیلشون هم سی میگیری به خاطر نکته بود که الان یاد گرفتیم. چون دور زمونه دیگه خیلی خیلی ضعیف شده. مثل قبلا نیست. سو میتونن غذا رو بخورن. میگن اینو خیلی ها که برتر روی کبالا میرن جلو میزنش دور. ولی رب بعد اجازه رو میده. سو بریم حلقه آخر هم یاد بگیریم بذارشم. بعد از اون میریم در رمخب. میگه مئی کاردین، میگه از نظر حلاخه اصلی یشلوها رو دلها کلفیلو که شیا دوه شناگو به اخل مشکیم کدم نتیلت یادایم شخرید. حتی اگر هم میدونیم کسی به غذای دست زده صبح از خواب بیدار شده نتیلا نگفته دست به غذا زده، میتونن غذا رو بخورن. میگه آسون بگیره. چرا این رو میگن؟ او که داد هر به میگدول و اخرانیم شیطی رو بازه به فیروش. میگه خیلی از بزرگان ما اجازه رو دادن. آف کورس در گمان میگه دست به غذا نزنیم، ولی اگر زدن اکثرا میگن میتونین غذا رو بخورین. و فیلو ها اسریم اخدم شتخت هم میتا یشلوم از شیو دوکنشن رو اخرا شور به میشارون الا علید. اینجا توضیح میدم یک نکته دیگه هم اصلا غذایی که زیر تخت خواب گذاشتین نخورین. دلیلش هم چی هست؟ چون روی تخت خواب آدم میخوابه، روی بدنش ناپاکی میاد، شبا که خواب میره سو موقع اگه بله؟ ناپاکی روش میاد. سو آی ثینک اگر تخت خواب جدیدی که خریدین روش نخوابیدین بچه روش زیرش غذا بذاره پرابلم نیست، چون ناپاکی روش نیومده. میگه تو کسایی که سختگیری میکنن دیس وان ایز اوکی. میگه میکن ماکم لخدخیل و یشلی زار به خل عضو و تعصوم و لشیخ لبیتیگ و مخال میفنه تردم. یه خیلی باید دقت بکنیم که به غذا دست نزنیم و قبل از نتیل البته و لما دلم میشمار شگم هیلادی مکتنی میتردم دیفنه ای زندگی ها شه به مخال و به مشکم. میگه حتی بچه هایی که زیر بر میتوه هستن، زیر بت میتوه هستن، هنوز نشامه الهی به طور کامل وارد بدنشون نشده. میگه برای پسرها از بریت میلا وارد میشه نشامه توی بدن و در 13 سالگی کاملا وارد بدن میشه. برای دختره که میتوه میلا رو ندارن دقیقه که به دنیا میان نشامه شروع میکنه به وارد شدن و در 12 سالگی کاملا وارد بدن میشه. صبح این که میدونین نشامه به اون صورت کامل وارد نشده، پس ناپاکی هم که شب میخوابن به اون قوی نیست، ولی با این حال میدونین نتیلا رو انجام بدن. میدونین میگن نتیلا دیادنیم خیلی قدوسیت توی بدن میاره. There's actually a story. میدونین رب رشب ایشون ربه پنجم خباد بود. سومینه که پسرشون ربه قبلی خباد بودن. اون موقع سه برخواد دختر داشت ربه قبلی، پسری نداشتن. بعد زمانی که میدین دخترشون اوردی به دنیا که ربه هم از زن خودش 11 ماه کوچولوتر بود. یعنی که بعضی میخوان ازدواج کنن میگن دختر از من 1 سال بزرگتره، بگیرمش یا نگیرمش. میگیم 1-2 سال مهم نیست، ربه هم زنش از خودش بزرگتر بود. در گود مریج نمی بره. اگه مثلا 7-8 سال بزرگتره اوکی. ولی یکی 2 سال. سو انیویز زمانی که ربه قبلی کی ربه زنش عاقل‌تر بوده ازش، آرون بزرگتر بوده. ولی خیلی نفوذ داشته ربه. من هیچ شکی ندارم. آبنو ایده. زنش هم آدم خیلی خیلی درجه بالایی بود. خوابش کنن زنش زیاد اصرار می‌کرد که ربه. اونو نمی‌دونم دیگه. ولی انیویز چند تا ربه داشتید؟ خبات 7. آخریش ربه بود. 7. سو انیویز بریم جلوتر. وقتی که ربه قبلی دختر یکی از دخترشون خیموشکا به دنیا میاد، سو موقع اوردی دیگه میگه که از کوچیکی فکر شیدوخو میکردن. سو رب رشب پدرش میگه که اور کازین، که پدر ربه اسمش رب لویز خواد، میگه پسری آورده منخ مندو، میگه اونو میتونی انتخاب بکنی برای داماد آینده. زمانی که اون بچه ربه به دنیا میاد، سو رب رشب به مادرش میگه از وقتی که به دنیا اومده بهش نتیلا بگو.
نتیلا رو انجام بده. میگه زمانی که نصف شب فرض کنه از خواب بیدار میشه، به خود مادر گفت و میخواد به بچه شیر بدی، اول دست خودت رو بشونه، بچه خیلی مقدسیه. یعنی میبینیم که نتیلای صبح، آنستی نتیلای صبح خیلی اثر زیاد روی آدم داره که فوری میدونه دست رو بشونه زمانی که از خواب بیدار میشه. So that's basically. اینجا باید میسیم بذارشم میریم در قوانین فقط آب سرد زیاد رو دست بچه نریزین، گریهش میگیره. من باید نوام ریختم شروع که به گریه کردن، میگه من چرا گریه میکنه؟ میگه آب بلرم بریز، این از بچه همون یاد گرفتی آب سرد میترسن. I didn't think، راست شو بگم متاسفانه. Anyways، الان میریم در بذارشم فکر کنم که بتونیم پرک چهارم رو با همدیگه برخا بکنیم. فقط دو تا هلاخا بیشتر نمونده دیگه، بعد از اون رسیم به پرک پنجم و پرک پنجم بذارشم قسمت اول رو برخا میکنه دیگه. بعد از اون که به قسمت دوم میرسیم در زمان مناسب صحبت میکنه چرا آدم های خوب اینقدر رنج میکشن، چرا آدم های بد که looks seem like being bad موفق هستن. سو اون چپتر دوم رمخل واقعا خیلی خیلی عمیق، extensively خیلی جالب، این رو توضیح میده. تقریبا 6 یا 7 تا دلیل رو میارن که why do we find که آدم های خوب they suffer و آدم های که به نظر میرسه خوب نیستن they actually prosper، خیلی زندگی خوبی رو دارن. انوزیات مشاخر یاد گرفتیم که آدمیزاد در این دنیا محدود هست و باید در مادیت هم باشه، ولی اگر میتوار رو انجام بده و مادیت رو به طور درست با کوانای درست استفاده بکنه، اون موقع مسلماً نه تنها که دنیا پایین ترش نمیبره، به درجه بالاتری میرسه. صبح این الان راجع به میتوار چی میگه؟ میگه الان فصل چهارم هستیم، حلاخای دهم و اولان میگه سی بعد کل متصابه آدم، میگه دلیل تموم موقعیت‌های آدم آیا واقعا حساس هست به روحانیت، یعنی که آدمی که اصلا روحانیت براش قصد و شانه مرزش نداره. اینجا میگه خشکات او به هیروتو، اگر آدمی زاد تاریکه یعنی باره از الهیت دوره، یا he's actually shining از راجب الهیت بیشتر آگاهی داره، هینهی ها آرد پانا ویدبارخ شما الهیت، این بستگی داره که چقدر الهیت بهش آشکار شده. ببینید الهیت همه جا هست، دقیقا ببینید مثل موج هستش، موج صدا it's here، ولی وسیله رو میخواین که بتونین ازش استفاده بکنین. سو الهیت همه جا هست، obviously هیچ جای دنیا از خداوند خالی نیست، ولی بستگی داره که در این آدم آشکار احساسش میکنه or he's not sensitive to it. سو میگه بستگی داره که چقدر صورت الهیت یا انرژی الهی در این آدم آشکاره، او هیت علمو میمنو، یا چقدر ازش پنهان است. او کموش زاخرنو لعیلم، تو که قبلا نویسنده کتاب گفت که اینه کل مشاهدون بارو خوب میر پاناف، میگه هرچی که بیشتر الهیت در این آدم آشکار باشه میتره به هزوخ، این آدم پاکتره obviously، و هشلیمود به میشگی الوه آراتو، و آدم کاملتری هست. او کفیشیور هارا، هر چقدر که بیشتر الهیت در این شخص آشکار باشه که خوشیور هشلیمود، مسلمان این شخص کاملتر هست و هزوخ هنیم شخ میمون هنیز مور پیور، که به خاطر که نزدیک به خدا obviously پیورتر میشه، و هپقزه هیلم، و برعکسش هم درسته، هر چی که بیشتر الهیت از زندگی آدمی دورتر باشه، پنهانتر باشه، این شخص از الهیت دورتره. و امنم هادون بارو خوب میر تام بیده میشید کره ولا، میگه خداوند همیشه آماده هست که بدرخشه، نورانی بکنه زندگی کسی رو که میخواد بهش نزدیک باشه. و این منیت توف میتید و کلال، میگه این که خداوند از کسی پنهان هست از جانب خدا نیست. اتفاقا یه پاسوک هم از که الان ثابت میکنه الا میشه لوید کره ولا یخسر آراتو، کسی که خودشو به خدا نزدیک نکنه نور الهیت نمیدرخشه روش، و همه نیا و چه چیزی مانع میشه میتصد همه کبل، از طرف ما هست لو میتصد همش بیان، نه از طرف خداوند که این نور رو میده. دقت بکنید پاسوکی در یشعیاهو هست که میگه اونو تیخ مفدیلیم، میگه گناه های شما هستن که شما رو از خدا دور میکنن. So it's not from God. یکی از مثالایی که در خسیدوت میاره چطور امکان داره خدا نزدیک ما باشه ولی احساسش نکنیم، اگر کاملا توضیح بده، ولی یک مثالی که میارن فرض بکنین دو نفر
آدم بغل همدیگه وایسادن ولی با همدیگه دشمنن. سو زمانیم که بغل همدیگه با میسن دیستند بک تو بک، شما نزدیکتر از این میخواین بغل همدیگه وایسادن. برای خانم ببخشید صدا نمیاد. اوکی واو اوکی الان میاد، ببخشید ساری. سو ات انی ریت با اینکه نزدیک همدیگه هستن ولی چون قلبشون با همدیگه نیست there's no connection it's back to back. سو ببینی خداوند گفتیم الهیت همه جا هست ولی آدمیزاد باید سنسیتیو باشه که درک بکنه. اگر همه چیز فقط لذت های جسمانی هست obviously از اون he loses the sensitivity و الهیت رو احساس نمی کنه. سو میگه نقص نزدیک بودن به خدا از جانب ماست، از جانب خدا نیست. و این گاز را خخ ملیونه. حالا وقتی که ما میتوه رو انجام میدیم what do we gain؟ میگه این حکم خدا بوده شاوس اوتامانیانیم شتسیوا. زمانی که دستورات خدا رو انجام میدیم چه میتوه هست یا چیزهایی که میتوه نیست you're allowed to do ولی با کوانای درست انجام میدیم و اینو کلال کلا میتوه کلان که مشوزاخن و لعیل. میگه به طور کلی میتوه که انجام میدیم به خود محصه منشی هسته. هر عمل میتوه که باشه زمانی که میتوه رو انجام میدیم یه میتکر ولیاد و مدرگا مه. میگه با آدمیزاد نزدیک میشه یک درجه میمدرگ و هکور و شیلا بیدبارخ شما یک درجه نزدیکتر میشه به هشم هر میتوه که انجام میده. به تگیلو علیده زه مدرگا مه میمدرگ و تارت پاناخ. میگه یک درجه از نور صورت الهی بهش آشکار میشه. So that's effect of a mitzvah. هر mitzvah که انجام میدیم به خدا نزدیکتر میشیم چه از نظر روحانیت حتی برکت مادی هم میاره. که فیه کور باشه نیتکر ولاو میگه بر طبق اون درجه نزدیکی که به خدا من نزدیک میشه به خاطر mitzvah بیت اتسم بو مدرگ و منشلمود یک درجه تکامل اینو perfection در داخل این شخص میاد. چرا؟ شیطولدت مدرگت هارتهی چون میتوه که انجام میده یک نور الهی رو آشکار میکنه و این نور الهی آبیس یعنی شما داری وصل میشی بیشتر به خداوند که کامله he's perfect. سو یک درجه پرفکشن روی ما میاد و هپخ میزه اوی رو زمانی که کسی گناه میکنه آبیس گناه is an illegal pleasure لذتی که خداوند آسور کرده. کل مست من شیعص آدم خصفشانم اگه خصفشانم یک گناهی رو انجام بده اون موقع میدونید جسمش قوی تر میشه یعنی قسمت ناپاکی جسم نشاما ضعیفتر میشه سو موقع الهیت رو دیگه احساس نمی کنه. این ایترخ کلیات من ایدبارخ شما مدرگا ما تا حدی از هشم دورتر میشه بیتیت سفالاب علیدزه مدرگا می مدرکت هلم هاراتو و برعکس الهیت بیشتر پنهان میشه ازش زمانی که گناهی رو انجام میده هلم هاراتو ایدبارخ شما به هست پاناب و obviously هشم پنهانتر از این شخص ویت اتسم والیدز مدرگا مینخیسارون چه چیزی در این شخص قوی تر میشه؟ یک نقص deficiency شی تولدت مدرگت هر مهو چرا به خاطر که گناه رو کرده که بر ضد خواست خدا هست obviously خدا ازش دور میشه. گفتیم گناه ها ما رو دور میکنن زمانی که خدا دور میشه خب این نقص دیگه در این شخص میاد که از الهیت درست میشه. بعضی وقت هم هست این آدمیزاد اینقدر کارهای نادرست انجام میده که خدا کرده از حیوان هم بدتر میشه بعضی وقتا. این یه موقعی هستش که به خاطر لذت خودش به دیگری هم ضرر میده not necessity pleasure که احتیاج نیست. توی پالیتیکس اونو میبینیم همیشه که کسای دیگر رو بدبخت میکنن که خودشون خوشبخت داشتن honestly اصلا دیگه اون حتی انسانیت هم از دست دادن sometimes. ببین این که اینجا توضیح میده الان ساعت چند تن ساری؟ ساعت اوکی بزن پس بعدی هم تمام بکنیم بگونه فینش بوده استوری. میگه نیم تا نتیجه هلاخه آخر لفی کل من شیک دمنو بر طبق همه مقدمه هایی که گفتیم شکوانا به امت بخونم میتوه تیا پنیا لابید بارخ شما هدف میتوه اینه که ما به طرف خدا بیشتر نزدیک بشیم یعنی obviously آدم های بهتری بشیم وقتی آدم بهتری هستیم به خدا نزدیکتریم لیتکر بلو به هشم نزدیکتر بشیم به لعور به اور پاناب و از نور الهی لذت ببریم و همه نیام این عوی رو چرا خدا گفته گناه نکنین لیمالت می نهی ترخک بیمنو که دور بشیم از انرژی منفی که ما رو از خدا دور میکنه به زد تخلی تعمیتی شباهن. هدف اصلی میتوه ها نزدیک کردن ما به خدا است و بی بیکام مور سنسری. این به طور کلیه. حالا چرا این همه میتوه داریم؟ سوابیستی هر میتوهی یک صفت خوب دیگه رو در آدم به وجود میاره. اخنیان این بیفرت بخوام توی جزئیات بریم یش با هم اومگادول خیلی عمق زیاد داره که فیپرات اینیان آدم و بریا بر طبقه میدونین آدمیزاد و دنیا اکمو شزاخر نول ایل
اون ده برود بیکسد من به خلق بیفنه اسمو بذاره کلید برخش ما. میگه در مورد جزئیات میتسوه ها بذاره شم بعدن صحبت میکنه. اون یکی از مثاله که میارن کسی که صداقه رو میده right? اون موقع he becomes more of a generous person، یعنی واقعا احساس میکنه که همه چیز برای خودم نیست، یه نفر خداوند منو نماینده کرده، he trusts me که من این پول رو داده که با دیگران هم تقسیم بکنم. he has a choice، میتونه همه رو بگه نه من با عرق خودم این پول رو در آوردم، چرا به دیگری بدم؟ so obviously because he's not a giver، به اون صورت به خدا نزدیک نیست. so هر کدوم از میتسوها دقت بکنی یک چیز دیگه رو با آدم یاد میدن. in simple terms، زمانی که تفنین رو میذاریم آدمیزاد داره میگه عقل و احساساتی که من دارم از جانب خداه، از خودم که عاقل نشدم، صاحبی سی بعد در راه خدا ازش استفاده بکنم. اینترستینگ، یکی از نکات جالبی که اسمش در زمان ایواز این دی 60s، یه پیمین که موقع هیپیا بودن و همه دراگ میکشیدن، سوی پسری بود انقدر میدونین دراگ کشیده بود که بیچاره مغزش رو از دست میده، چی بهش میگن اسکیزوفرنیا، نو نمیمیره، اسکیزوفرنیا میگیره. اون موقع من تازه دواشو پیدا کرده بودن، مثلا نیست که میدونین باروخ هاشم خدا رو شکر من خدا دیگه خدا من انقدر عقل به دکترها داده که واقعا خیلی مدیکیشن های جالبی اومده که واقعا قوی آدمیزاد دیگه 99% نرمال میشه تا اگرم این ایمبالانسی رو داشته باشه. تازه اومده بودن این دواها، چون این شخص بره به نامه میده من به پسرم بدم یا نه، خیلی دراگ میکشیده اسکیزوفرنیا گرفته، بهش بدم این دوا رو یا نه. سوره میگه دوا رو بهش بده، ولی سعی بکن که هر روز برای پسر تفیلین بذاری. میگه چرا؟ چون تفیلینی که روی سر میذارن همراه با دوایی که دکتر داده مغزش رو سالم تر میکنه. amazing، تفیلینی که میذاریم فقط این نیست که آدم رو روحانی تر بکنه، اکچولی روی مغز آدم میذارم اثر میذاره که مغزش هم سالم تر باشه. بذارش اینجا باید میسیم خفوری دیگه روزه بینید، من دوشنبه نیستم ولی زوم هم رو میفرستم براتون. بذارش من تا چهارشنبه تا پنجشنبه صبح نیستم. باید یه زوم بزنیم، زوم. من دوشنبه تا چهارشنبه نیستم، زوم بزنیم. دوشنبه چهارشنبه تلفن شما زوم بفرستید.